بخش ورزشگاه و امروز مهمانهای ما در ای بخش حتما از مسابقات بایسکل رانی که در بامیان برگزار شد شما با خبر هستین. عکس های بسیار زیادی در صفحات اجتماعی منتشر شد از بازتاب این مسابقات که برگزار شده بود. امروز جناب صادق صادقی مهمان ما هستند، ترنر تیم ملی بایسکل رانی بانوان و به نمایندگی از دختر خانمایی که در این مسابقات اشتراک کرده بودند. مریم افشار در کنار ما هست که از هرات در این مسابقات اشتراک کرده بودند. سلام جناب صادقی، صبح شما بخیر، خوش آمدین. تشکر، به نام خدا. سلام، از ادب دارم خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام بیننده های محترم تلویزیون تولو، به خصوص ورزشکارای بسیار عزیز. زنده باشین، بسیار خوش آمدین، خسته نباشین. مریم عزیز، خوش آمدی از هرات باستان و رفتی به بامیان و بالاخره برگشتین آمدین کابل. تشکر از شما که ما به برنامه خود دعوت کردین و صبح برای همه بیننده عزیز صبح خیری میگم. سلامت باشین، لطف کردین، تشریف آوردین. و جناب صادقی پیشتر اشاره داشتن قبل از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم، گفتن که مریم تونست بسیار خوب بدرخشه در این مسابقات. و استاد بیاین بر ما زیادتر از حال و هوای مسابقاتی که در بامیان سپری شد و گذشت بر ما زیادتر قصه کنین و از کدام ولایت ها در بامیان اشتراک کرده بودن در این مسابقات. تشکر مریم جان، خوشحال هستم که این بار تانستیم، فدراسیون بایسکلینگ تانست که مسابقات قهرمانی بانوان تحت عنوان تور بامیان راندازی بکنه. جا داره که تشکر بکنم از وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر که همه اسپانسر ما بود و همه ایگه پار همراه ما همکاری کردن. ما در این مسابقات خود خوشبختانه از ولایت هرات و بامیان و کابل بخود داشتیم، ولی عیف که دخترای بسیار با شهامت ولایت بلخ هم میتونستن در این مسابقات حضور پیدا بکنن، اما نسبت بعض مشکلات ها نتونستن اونا حضور پیدا بکنن. برادر امشالا در آینده ما مسابقات سرتاسری بازم خود گرفتیم از کابل و پنجشیر که شما تا یک ماه دیگه شاهد باشین. ولی مسابقات بامیان یا تور بامیان امسال سطحش بسیار بسیار بالا بود و خوشبختانه یک فضای بسیار خوب در بامیان وجود داره، آب و هوای بسیار خوب داره و سرکای بسیار پاک و نظیف داره، مردم بسیار مهمان نواز و مردم خوب دارن. اینی وقتی که آدم بامیان میره خود یک چیز دیگه فکر میکنه. باور بکنین بامیان یک روز من یقین دارم که مرکز دو ورزش میشه، یکی مرکز ورزش سیکی که بسیار در اونجا زحمت کشیدن بسیار پیش هستن و دیگر ورزش بایسکل رانی. زن و مرد بامیان اگر اشتباه نکنم بایسکل رانی میکنن و سیکی میکنن. اینی ورزش جزی از زندگیشان شده. خوشحال هستم که این بار دخترای بامیانی در بایسکل رانی آنقدر از خود شهامت نشان دادن که اصلا دور از تصور ما بود. من امیدوار هستم که دخترای بامیانی بتونن به زودترین فرصت جایگاه مرسومه و زدها را پر بکنن انشالله. مریم افشار از هرات باستان آمدن به بامیان و در بامیان چی چیز خودتان پیدا کردین بجز از این که رکاب زدین، بایسکل رانی کردین و چیزهای دیگه که در گوشه های از بامیان بود؟ در بامیان ما اولین بار تانم بود، بله اولین بار بود که مسافه خیلی زیاد بود برای ما. اولا که ما برای ما مسافه کم گفته شده بود که مسافه خیلی زیاد بود برای ما، تقریبا 65 کیلومتر بود از دروازه بامیان تا بند امیر بود دی مسافه. و در بامیان که ما رفتیم خیلی میمان نوازی خوب از ما کردن، دخترها اونجا خیلی با ما خوب بودن و سطح بازی دخترای بامیان نسبت به ما خیلی بالاتر بود چون که اونا هر روز تمرین میکنن. من خودم یک سال میشه بازی میکنم، در هرات وسایل ایمنی ندارم، بایسکل ندارم، لباس ورزشی مجهز ندارم برای بایسکل رانی، با یک وسایل کم من تانستم به این مقام پنجم خور برسم. تنها از هرات شرکت کرده بودین؟ بله. دیگه در کنارتون چند دختر خانم از هرات اشتراک کرده بودن؟ از ولایت هرات 4 نفر اشتراک. 4 نفر. خب جناب صادقی، مریم جان یک اشاره بسیار کوتاه به تجهیزات و امکانات کردن. چقدر در داخل کابل همی گپا در نظر گرفته شده برای دخترایی که مصروف به این رشته هستن؟ تشکر. در واقعا در داخل کابل برای دخترای کابل
همه امکانات مساعد است، حتی به شمول بهترین بایسکل ها، وسایل ایمنی، حتی وقتی که من تعمیم برشان یک اراده موتر، خلاصه از هیچ چیزی دکترای کابل کمبودی ندارم، ولی من میپذیرم که دکترای هرات فاقد همه امکانات هستند. مشکل اساسی بوده که امون مسئول فدراسیون بایسکل هرات امروی می تماس نداره و قسم مرا به رسمیت هیچ نمیشناسه، که دو سال است که اونا از این کاروان عقب ماندن. دخترای بامیانی به زور و قوت خود آمدن، دخترای هراتی به زور و قوت خود آمدن در کابل، و اگر از زبان خودشون بشنوین بسیار مشکلات ها دارن، نمیگذاشتن که تا اینا هم بیان در این مسابقات حضور پیدا بکنن. راستی جای تاسف است که یک آدم که خود ورزشکار میگیره، حتی دخترا از این خبر نیستن، اینا رو هیچ خبر ندارن که در بامیان آیا دختر دوچرخه سوار موجود داره یا نه، اصلا با اینا معرفی نیستن. مسئول فدراسیون بایسکلونی هرات بیرس که کپار زبان خوش میشین و میشه بس که از همه امکانات محروم ماندن. بله، مریم افشار از رکاب زدن در هرات باستان بر ما میگه که از چه زمان آغاز کرد و از گوشه کنار مشکلات تان هم میشه صحبت بکنیم. ما مدت یک سال میشه بازی میکنم. مشکلات در هرات ما خیلی زیاد داره، رئیس فدراسیون ولایت هرات با ما همکاری نمیکنه، به خاطر از این مسابقات ما آمدن اجازه نمیداد ما بیاییم. و تشکر میکنم از رئیس المپیک ولایت هرات آقای کبیر، با ما همکاری کردن، ما تا اینجا روان کردن، و رئیس فدراسیون ما با ما همکاری نکرد، برای ما وسایل ایمنی نداد، بایسکل ندادن، و از اونا خواهش میکنیم تا این بس کنه، با ما همکاری کنه، ما میتونیم. برای ما گفتن دختر یعنی چی بایسکل رانی کنه، شما نمیتونید اونجا بره رکاب بزنید. در حدی که ما آمدن اینجا، خودم مقام پنجم گرفتم، عضویت تیم ملی را گرفتم. پس توانایی‌تان و همتتان نشان دادیم. بله. و یک موضوع دیگر ما بعد همینجا با دوستان شریک بسازم که سه دختر خانومی که در رده اول و دوم و سوم قرار گرفتن در این مسابقات، من اگر اشتباه نکنم صدیقه صدیقی هستن که مقام اول گرفتن، نجلا ابراهیمی مقام دوم و مریم محمدی مقام سوم. از باشگاه عقاب هستم، بسیار باشگاه قوی، و افتخار میکنیم که امروز کشور ما بامیان ما قادر به اینه که یک باشگاه مخصوص برای رشته بایسکلینگ داشته باشن، که من شما تشکر میکنم. تمام دخترها از بامیان دادم. بله، اساسشان دخترای بامیانی از باشگاه عقاب. بله، یک چیز دیگر از جناب صادقی صاحب که به دنیای مجازی دیدم، دو دختر خانم افغان حال در تیم فرانسه رکاب میزنن، میشه کمی بیشتر در رابطه با اونها هم صحبت بکنیم؟ تشکر. وقتی ما از اونها یاد میکنین، یک احساس دیگه در من پیدا میشه. هر قدر که در مورد مسلمه و زنها بگوییم بسیار کم است. افتخار آفرین ما بدن واقعا که در مسابقات نه داخلی حتی در مسابقات خارجی به فدراسیون بایسکلینگ را سربلند میساختن. هم خوش هستم که رفتن اونجا خوبتر رشد میکنن، و هم خفه هستم که ما را تنها گذاشتن. اینی به این مانا که دیگر کمبودی مسلمه و ذره آل ما احساس میکنیم. بر حالتش در این روزا نام خدا بسیار در اوج شهرت هستن، در اوج قدرت هستن، هر روز بلاناقه تمرین میکنن، و من امیدوار هستم که یک روز بازم به نام افغان، دختر افغان در مسابقات خارج از فرانسه بتانه بیرق افغانستان بلند بکنه، در سکوی قدمانی برسه، و انشالله که میرسن. بس هم ازی که بسیار پشت کار دارن، بسیار زرق میزن، بسیار تلاش میکشن. افتخار میکنم که دو بانو، دو شاگرد بسیار خوب ما امروز در بیرون از افغانستان در اروپا رکاب میزنن. ما اینم یکی از ارمانای این بود، ایمل جان باور به خدا بکن که شکر به این ارمان ما رسید. بسیار زیاد تشکر. خداوند به تمام ارمانای دل ما افغانا را برسونه. مریم جان از خودتون هم تشکر. آل هم وقفه داریم.